بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم میرسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی صرفاً جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی میباشد، لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمی شود. نسخه مستشیر این خودش عنوان داره، ایشون فرمان اگر از کسی استشاره کردن راجع به زواج، یه پسری اقدام کرده برای یه دختر کسی هست دختر را میشناسه، کسی هست پسر را میشناسه، کسی اومد سوال کرد از یک شخصی که اطلاع داره عیوب اون دختر یا عیوب اون پسر را بگه، عیوبی که مستور است مردم نمیدونن، این خب یکی از مصادیق غیبته، جایز نیست، غیبت جایز نیست. وقتی یکی از مستثنیات غیبت نصح المستشیره که اگر کسی مشورت کرد برای این دختر را که میخواد بگیره که این چطور دختریه، یا این پسر میخواد برای این دختر اقدام کرده بپرسه چطور پسریه، این غیبت کردن در اینجا استثناء شده. وقت این استثناء در حدی که ظاهر مطلب این است که ظاهر مطلب همینجور که بعضی از فقها منهم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب محرمه متحرز شدن، جواهر دیگران، ظاهرش این است در حدی که در زواج دخل داره این مشورت، این عیوب در سلبن و ایجابن دخل داره، اثر داره و در عین حال در همین حد باشه، نه بیشتر، یعنی بیش از این ظهور نداره. اصل عام این است که غیبت حرام است. ای حب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، این اصل عام. وقت استثناء اگر ضیق و سعدش، اون عام تمام مصادیق را گرفته، قدر متیقن از استثناء قدی که ظهور هست، اون مقدار جایز غیبت کردن. بفرمت در اون مقدار نه بیشتر. خدا رحمت کنه همه اموات را، مرحوم والد ماها رضوان الله علیه یه وقتی راجع به یکی دیگه از استثناها را واسه توضیح این عرض میکنم که
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اگر کسی مظلوم شده، این غلامه را حق داره بگه، ولو این غلامه مستوره است نسبت به اون شخص، یعنی غیبته. یه آدمی آبرودار محترم ستر کرده غلامش را، وقت اون کسی که مظلوم شده حق داره ظلامه این آدم را بگه، این ولو اینکه این غیبته، یعنی اون شیء مستور را داره کشف میکنه، اما چون مظلومه حق داره بگه. ایشون یه وقتی من سوال کردم، ایشون میفرمودن در حد ظلامه نه بیشتر. وقت این مثال رو زدن که اگر یک کسی ظلم کرده، یک کسی را 10 فلس ازش خورده، 10 فلس اون روز تو کربلا یه سیخ کباب میدادن، یعنی و ارزشش انقدر بود. کسی یا ظلم کرده 10 فلس کلا سرش گذاشته، ایشون میفرمودن این حق نداره علم برداری کنه از اول تا آخر عراق بگه این فلان کس ظالمه، منو ظلم کرده، آبروشو ببره. یعنی میفرمودن این اطلاق که در آیه شریفه هست، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، این الا من ظلم اطلاق داره، کسی که مظلومه این حق داره ظلامش را بگه. ایشون میفرمودن این معناش این نیست، یعنی حدودش باید محفوظ باشه، حدودی که ظهور بیش از این نیست، یعنی باید قد ظهور استثناء شده. یه وقتی آقای دیگه نقل میفرمود، میگفت در مجلس استفتای مرحوم حاج حسین قمی رضوان الله علیه که یه عده‌ای بودن، منهم مرحوم والد ماها، یه شخصی آمده بود خدمت آقای قمی، اینا یه دقتاییه که مهم انصافن و از لابلای روایات استفاده شده. یه شخصی یه مشکلی با یه کسی دیگه دوشار شریک بوده، چی بوده؟ دوش غلامش را برای حاج حاتم قمی میگفت، حالا یا مسئله میخواست بپرسه بگه حکم من چیه یا چی، میگفت پدر شما هم اونجا بودن، نشسته بودن. این وقتی که مطلبش رو برای حاج حسین گفت که به عنوان این که مظلومه داره ظلامش را نقل میکنه، میخواد مسئله بپرسه یا میخواد مثلا که حاج حسین کاری واسش کنن، حرفاشو که زد گفت مرحوم حاج حسین قمی روشون رو به پدر شما کردن که نشسته بودن اونجا، گفتن نظر شما چیه؟ ایشون گفتن من متوجه نشدم، چی بود مسئله؟ گفتن این الان داشت میگفت. گفتن نه، من خودم رو منصرف کردم چون دیدم این مظلوم ظلامش رو برای شما داره میگه، معلوم نیم من جایز باشه این ظلامه رو گوش بدم، چون از من اگه بپرسه، حالا میخواد مسئله بپرسه یا تظلم بکنه، من حق دارم گوش بدم، اما به من نداره میگه، به شما دوش میگفت، لذا من خودم رو منصرف کردم که نشنوم این چی میگه. اینا یه دقتایی کسایی توی آب کشیدن اینا وسواسی هستن. حقوق خیلی مهمه، حقوق مردم، آبروی مردم خیلی مهمه. این مهم، یکی از مهمترین چیزاست. مسئله نصح مستشیر هم همین قده، یعنی این میخواد از این بپرس، پسره اومده خواستگاری دختره، پدر دختر میخواد راجع به این پسر تحقیق کنه، اومده از کسی که این پسر را میشناسه ازش میپرسه که این پسر چجوریه، اومده خواستگاری دختره ایشون، ای تا چه حد حق داره بگه؟ حق داره تمام خفایا، اگر یک خفایای خیلی خفی خیلی مهم داره که در دخلی در مسئله، ها همین
در حدی که عرضم، اصلا کل عرض من همینه، این مثالایی هم که زدم برای همینه که دلیل میگوید که جایز نیست غیبت کردن. استثناء گفته است که نصح مستشیر اشکال نداره و حدود نصح مستشیر هر جا قدی که ظهور بود او استثناء است، با همین اشکال نداره. اصلا نصح مستشیر یعنی حریم خصوصی، اما یه وقتی حریم خصوصی یا یک ربط به زوجیت و اینا نداره، مثلا معلوم نیست جایز باشه، یعنی قدر مسلم از استثناء آدم باید ببینه چقدره. و این را متعرض هستن، من دیدم گاهی متعرض هستن. خلاصه عام همه مصادیق رو میگیره، خاص اگرم اگه دلیل لبیه مثل اجماع و سیره و نمیدونم این چیزاست که خب عموم نداره، تا بخواییم با این عموم خاص عموم عام را بشکنیم مگر معقد اجماع عموم داشته باشه. اما اگر عموم لفظی بود که بازم عموم داره یا اطلاق داره، اون اطلاق هم باز در حد ظهوره، در چون اطلاق یه ظهوره، عموم یه ظهوره، در همون حد باید کفایت کرد. قاعدش یعنی اینه. قدی که تلفن همراه خصوصیت نداره. چیه؟ نه ما اشکال نداره، اگه اون شد اون جایز نیست، عیبی نداره. تصرف در مال غیر جایز نیست، چون حدود نصح مستشیر ولو لفظ اطلاق داره در مورد نصح مستشیر، قدی که ظهور در اطلاق داره یا عموم داره همون قد ما باید بگیریم. اگه یه حدودی شک کردیم عموم عام گرفته، شک ما میکنیم در سیاق مخصص که معروف هم هست. حالا بحث زیادی تو اصول هست که مخصص متصل و مخصص غیر متصل و این بحث هایی که هست، یعنی به نتیجه اونقدری که ظهور هست جایی که لفظ هست از اطلاق و عموم در مخصص، اون هم باز در حد همون ظهوره که اگر یه حد شک شد از عدمشه. در همه چیز نصح مستشیر همه جاست، در شرکت، در تجارت، در همسایگی، میخواد خونهشو بفروشه به کسی، این همسایه فلان کسه، خب ممکنه این مثلا یه مشکلاتی داشته باشه برای همسایه، همسایه مجبور بشه از اینجا اصلا پاشه بره به خاطر مشکلاتش. ظاهرا نصح مستشیر اینو تصریح کردم فقها که مستشیر طریقیت داره، یعنی اگه از شما مشورت نکرده اما شما میدونی این پسر با این دختر نمیتونن با هم بسازن، حق دارید برید مشورت بهش میدید. ولو تو ادله این نیست، تو ادله نصح مستشیر مستشیر یعنی باید مشورت کرده باشه، اما فقها گفتن مناسبت حکم و موضوع استفاده ازش کردن که این استشاره طریقیت داره نه موضوعیت، حرف بدی نیست. اگه شک کسی شک کرد باید بگیم نه خصوصیت داره استشاره. اگر گفتیم استشاره خصوصیت نداره چه فرق میکنه؟ میگم مگر یه جوری باشه بگید تصرف در، یعنی این بخواد بره تو خونش، خب تصرف در خونشه، ببینه این مثلا چی داره تو اوراقش، بگید نه هم جایز نیست. نه نه، در باب صوم این اصلا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر در صوم گفته شده، گرچه عام خاص به صوم نیست اما موردش صومه، تو ادله داره. فقها از جمع بین ادله برداشت کردن، حرف خوبی هم هست، گفتن علم به ضرر، ظن به ضرر، شک در ضرر، یعنی تساوی طرفین، بلکه شیخ دیگران دارن، بلکه احتمال ضرر، البته ضرر موجب افطار، احتمالی که
وهم، نه وهم ضعیف، یعنی 40%، 30%، اینا موجب افطار میشه. یعنی جواز افطار، یا اگر محتمل مهم بود گاهی میشه واجب وجوب افطار. مسئله در لازرر بعضی مطرح کردن، مرحوم اخوی مکرر مطرح کردن تو فقه، یه نوشته مختصری من راجع به لازرر دارم، فکر میکنم یه قدری اونجا مفصل یه چیزی نوشتم اونجا که در لازرر چون اطلاق داره، ظهور داره در اعم از این. درباره خوف به ضرر، فقها معمولا تعبیر خوف به ضرر دارن. آیا در این باره نصی داریم که تعبیر به خوف به ضرر؟ نه، من ندیدم کلمه خوف به ضرر نداریم، ندیدم. بله؟ بله بله، خوف در چیز داره، اما خوف ضرر به عنوان ضرر عام من ندیدم. خوف علا عینه همچه که ایشون فرمودن هم هست، بله، و خصوصیت نداره عین. و خواهد آقا یک احتمال ضرر را مرحوم آقای بروجردی میگه احتمال ضرر به درد نمیخوره. مشهور میگن به درد میخوره. مرحوم سید میگه احتمال کفایت. مشهور میگن احتمال کافیه اگر و خب نه نه این اگر منشأ عقلایی نداشته باشه این نیست. نه یعنی وسوسه نباشه، سهل انگاری نم، اونو تقریبا همه قبول دارن. یعنی باید وقتی گفت احتمال مثل ضرر، باید ضرر عقلایی باشه، اون گیری نداره. یعنی این فرمایش مرحوم آقای بروجردی یک توضیح برای فرمایش های بزرگان که این عبارت رو نگفتن. بله این هست. مرحوم صاحب عروه در عروه مکرر ایشون دارن در مسائل مختلف، غالبا هم فقها پذیرفتن و در کتاب حج به یه مناسبتی به نحو عموم ایشون متعرضن، میفرمان لا ضرر ولا حرج رخصتون لا عزیمه، یعنی صوم ضرری حرامه اگر انسان کمرش شدید درد میکنه، نماز ایستاده خوندن حرام براش. یا نه جایز افطار کنه صوم ضرری را، جایز نماز را نشسته بخونه اگر کمرش نمیتونه دلا کنه، ضرر براش داره. ایشون میفرمان اصل یعنی ظاهره ما جعل علیکم فی الدین من حرج که آیه شریف هست، یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نفی حرج نفی ضرر ظهور در نفی الزام در مورد حرج و ضرره. ما جعل علیکم یعنی صوم، کتب علیکم الصیام واجب شده بر شما صیام، این علیکمش رو ضرر ور میداره، نه اصل صوم را ور میداره، این علیکمش را حرج ور میداره نه اصل صوم را. بله اگه یک ضرر ضرری است که لا یجوز التعرض له، طبیب حاذق یا دو تا طبیب عادل بفرمایید قدر متيقنش، یا علی الاصح ولو یه دونه، ولو مسلمون نباشه کافر باشه، اما هم طبیب باشه درست طبیب باشه، هم ثقه باشه یعنی گفتنش مورد وثوق باشه، این اگر اومد به شخص گفت آقا اگه این ماه شما روزه گرفتی ماه رمضان سکته میکنی میمیری، این روزه حرام میشه، چون تعریض نفس للموت جایز نیست. اما اگه یه ضرری که نه سردرد میگیره، یه ماه هم سردردش طول میکشه، باکش هم نمیشه، بعدم خوب میشه. چشمش ضعیف میشه. آقا چشمش
همین ببینید آیا میتونه تحمل ببینید تعیم این باید شما برمان چشمش ضعیف میشه اگر کبرای کلیش اینه اگه اون ضرر یه ضرریست که از شرع ادله عامه یا خاصه برای کسی که خودش فقیه برداشت کرد یا کسی که مقلد مرجع تقلیدش گفت اینجور ضرر حرام تحملش وقت روزه میشه حرام مثلا باطل این روزه اما اگر این ضرر ضرری باشه که حرام نی تحملش الزام را برمیداره همجور که جماعتی من هم صاحب عربه فرموده غالب آقایون محشین عربه اینجا را حاشیه نکردن فرموده لا ضرر لا حرج رخصت لا عزیمه یعنی شارع رخصت داده آدم افطار کنه تا یک حدی رخصت داده نه تا کلش رخصت داده لا ضرر تا یه حدی رخصت نه باید ضرر معتنابه باشه نه ضرر متعارف یه مسئله دیگه است شما منتقل به یه مسئله دیگه شدید اون اگر بنا باشه کشنده باشه لا بله ببینید یک ضرر هایی که استفیده من الشرع عدم جواز التعرض له میشه حرام عدم جوازت یه ضرریه که لم یستفد من الشرع عدم جواز التعرض له این لا ضرر میگوید که این الزام را برمیداره همجور که فرمود گرچه محل بحثه حتی در صوم این مسلم نی یعنی جماعتی فرمودن مطلق ضرر صوم را حرام میکنه که در باب صوم دارن اما خب به نظر میرسه اصحح اینه که نه یه مواردی ما داریم که صوم یجوز و یجوز الافطار اگه ضرر بالغ نباشه این یه قسمی وقت یه ضررهای خفیفه که منصرف ضررون اما ادله لا ضرر منصرف ازشه روزه که میگیره یه ساعت دو ساعت سردرد میگیره بعد خوب میشه افطار که کرد نه این روزه گرفتن اگه در همین حد باشه نه اینکه فقط حرام نی بلکه واجبه جایز نی افطاره برش روزه که بگیره مثلا چه بسا ضعفش میگیره یا سرش میگیره این مشقت تحمل مشقت اصلا صوم برای مشقت نوعان من ضرر دیگه به نتیجه علی کلن این مطرح هست بحثم هست حریم خصوصی اصلا لا ضرر لا حرج شخصی همین که تعبیر کردن فقها ها همینه یعنی اشخاص فرق میکنن ها یعنی ورود مسئله غیبت ها عرض کردم حریم خصوصی نه نمیشه وارد شد در حدی که مسلمه یعنی ظاهر دلیل مسلم به این معنا ظاهر دلیل هست اون مقدار از غیبت استثناء شده نه بیشتر نه بله تعبیر حریم خصوصی این تعبیر جدیده اما فقهای مطلبی که یستفاد منه این را متعرض شدن که ظاهرا شیخ تو مکاسب محرم شراح مکاسب محشین اینا متعرض شدن بعضیاشون البته که همین ما یستفاد منه که ورود در حریم خصوصی جایز نیست
یک حدی که ظهور داره دلیل مخصص بر مخصص که نصح مستشیر باشه در اون حده، نه بیشتر. که چی؟ استباع در لباس احرام، حتی در تعریفش هم در بین فقهایشی اونه که مطرح دارن یک اختلاف بینشون. این استباع چی میفرمایید؟ واقعش پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن کتاب الله و عترتی، در حج، در غیر حج، در جمیع احکام ما دنبال این هستیم که قرآن و عترت چی فرمودن، یعنی برداشت. و اهل خبره قرآن و عترت هم فقها هستن، یعنی اونا اهل خبره هستن که جمع کردن روایات را، برداشت کردن ازش، من حیث المجموع ازش استفاده کردن. کسی فقیه خودش باید از کتاب الله و عترتی استفاده کنه، اگر هم مقلده مقلدش هرچی میگه، یعنی تابع همونه عامه. بله روایات ما یک قدری ناظر به عامه هست، همجور که منقول از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، چون زمان ائمه علیه السلام بیش از 90% مردم اتباع عامه بودن، همه جون رعاعی بودن که امیر المؤمنین صلوات الله علیه در یه فرمایش دارن. وقت اینا سوال میکردن، شیعه ها غیر شیعه ها میدن سوال میکردن، زعمای عامه مثل ابو یوسف و مثل نمیدونم امثال اینها میمدن، گاهی از خود ائمه مثل ابو حنیفه و اینها سوال های قبل بعد داشتن، یا از اصحاب ائمه میمدن سوال میکردن. این چیزایی بوده که فقه عامه در دسترس بوده، وقت طبق سوال از ائمه میشد، ائمه علیه السلام میفرمودن. یعنی به نتیجه اونی که معصومین فرمودن یا فعلشونه یا تقریرشونه اون ملاک. در عصر غیبت اگر شخصی رسید خدمت حضرت سلام الله علیه مسئله شرعی پرسید، طرف هم ثقه است، آیا بر دیگران حجت هست یا نیست؟ یعنی اگر بر خلاف ادله که در دست هست بود، نه حجت نیست. باشه، اگر برای اون حجت که خودش یقین کرده برای دیگران یقین نیست، به چه ای از کجا دیگران یقین میکنن که این یقینش جهل مرکب نبوده؟ ببینید، نه اون مسلمه، یعنی اونجا گیری نیست. آخه در عصر غیبت عادتا مردم حضرت رو نمیبینن، اگه ببیننم نمیشناسنم، میدونم. اما ثقه اشتباه که میکنه در اونجا مسلمه، گیری نداره. در اینجا نه، کافی نیست. مثلا بغدادی یا علی ابن مهزیار یا هر کسی مطلب شرعی پرسیده، البته شاید این مطلبی که شما فرمودید، یک مورد من برخورد نکردم که حضرت یه مسئله شرعی، یعنی کسی از حضرت یه مسئله شرعی نقل کرده باشه و حضرت یه چیزی برخلاف اون ادله‌ای که در دست هست گفته باشه. برخلاف نیست، احتیاج بهش نیست. همونی که ادله هست و ادله عمل آدم میکنه. بله عرض کردم. على كل ادعى الرؤية، ادعى، لا اصلا ادعى الرؤية بجهت قرينه داخليه ظهور داره در رؤيت بعنوان وكالت خاصه، چون حضرت 4 تا نائب خاص داشتن. نائب هر کدوم از اینا که میخواست از دنیا بره، نائب اول که میخواست از دنیا بره نامه میمد براش که تو میمیری، وصیت به دویومی بکن. عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، دویومی خواست بمیره، نامه براش اومد وصیت به حسین ابن روح کن.
حسین من روح که خواهد از دنیا بره نامه براش اومد که وصیت کن به کی سمری، به اون وصیت کن. سمری که خواهد از دنیا بره نامه واسش اومد، تو نامه اینجوری داره که تو وصیت نکن، غیبت کبرامی خواهد واقع شد، الا فمن در رؤیا فکذبو. یعنی اینجور رؤیتی که به عنوان نایب خاص باشه، اصلا اون ظهور یعنی نفی مطلق رؤیه را نمی کنه به خاطر این قرینه. لذا این رؤیت هایی که هست یعنی من حیث المجموع متواتره، قدر متیقن اینه که یک کسایی در حال زمان غیبت کبرا خدمت حضرت مسلم رسیدن. یعنی احتمال این که تمام این نقلها همش اشتباه باشه احتمال عقلایی نیست، یعنی مسلم خدمت حضرت رسیدن. وقت من ادعا رؤیه یعنی رؤیت به عنوان نیابت خاصه. بله بله، نه خصوصا این چارتا رو که آدم با هم جمع کنه روایاتشو، که برای نایب اول نامه اومد که تو داری میمیری به فلان کس وصیت کن، دوم نامه اومد تو داری میمیری بس حسین ابن روح وصیت کن، برای حسین روح نامه اومد که تو داری میمیری به سمری وصیت کن، برای سمری که نامه اومد این اضافه توش بود. توقیعات شرعی نداره؟ چی؟ توقیعات که از حضرت رسیده حجیت داره یا نه؟ توقیعات به نتیجه هر چیز قرائن اعتبار میخواد. یکی از قرائن اعتبار نقل ثقه است، نقل حسی. یکی از قرائن اعتبار خود ناقله. توقیعی که برای شیخ مفید وارد شده، سه تا توقیع رضوان الله علی شیخ المفید، یکیش از در دست نیست، دو تاش در دست هست. شیخ مفید ولادتش بعد غیبت صغراست، زمان غیبت صغرا نبوده، در زمان غیبت کبرا بوده. اما جلالت شیخ مفید در حدی است که وقتی که شیخ مفید بگه این از جانب حضرت به ما رسیده، تشکیک در این که اشتباه باشه این غیر عقلائیه. یعنی وقتی که یه شخصی محرز شد مقام رفیع وساقتش و درکش مثل شیخ مفید، و خود شیخ مفید بگه این توقیعی از حضرت به من رسیده، همین مقدار کافیه برای ما. میدونم از کی نقل شده. نه حالا من این حدش رو میگم، اون بحث دیگه است. اگر خود شیخ مفید در غیبت صغرا ادعا کرد، سید بحرالعلوم در غیبت صغرا، در غیبت کبرا ببخشید، اگه ادعا فرمودی همچین نامه از حضرت برای من اومده، ما قبول میکنیم، میپذیریم ازش. مخالف روایات دیگه نیست. چرا بحث عارض اینجا مطرح نمیشه؟ اولا عرض کردم یه مورد نیست همچی چیزی، من نشنیدم یه موردی باشه. یعنی به قول بعضی آقایون علا کلن بحثیه که اثری نداره. بله نفق. خب آخه ناقل کیه؟ ببینید فرق میکنه، یه وقت ناقل شیخ مفیده، یه وقت ناقل فلان شخصی که خودش معلوم نی وساقتش چقدره، چون خود ناقلین هم فرق میکنن. بس ناقلین از معصوم علیه السلام، یه وقت ناقل از امام صادق علیه السلام زراره، یه وقت وهب ابن وهبه، وهب ابن منبهه. از اون جهته مرحوم سید در اورده میفرماد یکی از شرایط صحت نماز عدم تقدم بر قبر امام معصوم هست. بله. حالا بنابراین که بگیم این حکم تعدبی هست، میشه از عناوین قصدیه چطور مطلقا بگیم حرام هست و باطل؟ نه، یه بحثی که هست روایتش ظهور داره، فقط مشکل سندی داره روایتش. الامام لا یساوا ولا یقدم،
یا لا یقدم ولا یساوا، روایت اینجوری داره. وقت بحث سندی داره، لحاظا اجماعی هم نیست. بعضی اشکال کردن، ببینید حاشیه های عروه را حتی بعضی فتوا دادن که این یه حکم تعدبیه نه یه حکم الزامیه، اما نسبت داده شده به مشهور که عمل کردن به این روایت. وقت اگه عمل مشهور جابر باشه که ظاهرا جابر هست، وقت اونایی که جابر میدونن که مشهور هستن خودشون، یعنی بنای عقلا ادعا شده و شاید فی محله باشه یا بیش از شاید، وقت از این جهت ممکنه وجهش تعدب باشه، اما چون حکم ظاهرش الزامی لا یقدم این لای نفی ظهور در عدم جوازه. نه عنوان خارجیه. این قبر معصوم علیه صلوات و سلام یه خورده جلوترش رو میسی. نه ممکنه توهین، ممکنه ببینید، ممکنه توهین علت جعل باشه نه علت مجعول، و اصل اینه که علت جعل اینا لعلكم تتقون علت جعل نه علت مجعول، تا اینکه مجعول سعه و ضيقا دائر مدار او باشه. ولی هذا مشهور فتوا دادن یا لا اقل بعضی محتاطین احتیاط وجوبی کردن. منافات نداره، مثل که امام حی حاضر خانمش جنوب میشه در اتاقش هم هست، حروم نی برش این خانمه و گیری نداره. ما تابع سعه و ضیق ادله هستیم، یعنی اولویت را ما نمیتونیم از اینجا یه اولویت قطعیه استفاده بکنیم که به اون را نقض بگیریم. ظاهرا از شیخ بهائی به پایین متقدمی ندارم. بعید میدونم چون روایتش مال غیبت صغراست از امام زمان عجل الله فرجه الشریف. حالا متعرض شده اون بحثی نه. حالا نه ببینید جواهر، ببینید حدایق، یه عده ادعای شهرت کرد. حالا شما ملاحظه کنید من اینجور تو ذهنم که بله آخه خود لا تقدمو یعنی چی؟ یعنی تا پیغمبر صحبت داره میکنه شما تو حرف پیغمبر ندوید، ظاهرش مثل که اینه. آخه ببینید در عربی تقدمو با تتقدمو فرق میکنه. تقدمو یعنی نرید تو حرفش، تو وسط حرفش قطع نکنید حرفشو. تتقدمو معناش این است که جلو نیفتید برو، یعنی وقت تتقدمو نیست تقدمو. لحالا استدلال به این آیه رو من یادم نیست، اگرم شده باشه علا کلن کم باید باشه. ای نداره. خب اما لا تقدمو بین یدی، نه اینکه لا تقدمو علا، چون این خردریزا در لغت عرب فرق میکنه در معنا. بله نه در اینجا دارم. خب ملاک ما از کجا استفاده میکنیم؟ عرض کردم اشکال سندی داره، عمدش اینه. یعنی اونایی که اشکال کردن قبول نکردن به خاطر سندشه، که یعنی یه سند قرص و قایم نداره و عمدش عمل مشهور. حالا ایشون میگن شیخ بهائی، من
یه چیز جدیدیه برام این فرمایش ایشون. علی کلن عمدش اینه، اگر نه سماع امر و نهی غالبا فقها میگن تام نیست، ولی حالا در غصب، در چیزهای دیگه، در چیزهای دیگه، در نواهی که شده، در لباس، در بدن، در اینا گفتن نماز باطله. در ذهب و فضه نماز، مرد در ذهب، بله بله، آره ظاهرش خود نمازه مثل در تمام، در لباس، در غصب، در زمین غصب میگی صحیحه؟ نه، ترتب در جایی است که امر به یک واجب شد، دو تا واجبه متزاحمه هر دو، یکیش اهمه، اهم را ترک میکنه، اون بحث ترتبه. یه نفر پیدا میکنی بگه نمازش درسته، مگر قائل باشه به اجتماع امر و نه ترتب اصلا جاش اینجا نیست. ترتب اینه شخص حج برش واجبه، مستطیعه، امسالم باید بره حج، حج خودش را نمیره، یه حج نیابی میره که عمومات حج نیابی میگیره این را، فقط چون اون اهمه واجب تقدیم اون را تقدیم نمی کنه که اهمه این را انجام میده. این بحث اینه که این حج نیابی اصلا صحیحه یا صحیح نیست، بنابر ترتب میشه صحیح. غسل مسجد بله، اما اگر حج ترتب معنیش اینه که اگر حج واجب خودشو نرفت، حج نیابتی رفت، این حج نیابتی صحیحه یا باطل؟ صاحب عربه گفته صحیح حجش. یعنی مثلا ترتب اینجور جا در باب تزاحم ظاهره. همین عربه داره، بعضی آقایون گفتن غسلش صحیحه، بله، چون روی همین مسئله ترتب همینجاست، غسل برش واجبه، نماز هم واجب مضیقه، غسل هم واجب مضیقه، اما اگر بخواد غسل بکنه نمازش قضا میشه، این حرام، این اهمه، وقت باید تیمم کنه، نماز بخونه، غسل تأخیر بندازه. اما اگر نکرد این کار رو و غسل کرد، این ببینید عروه داره مسئله رو، حرامه به خاطر اهمیت نماز، نه فی نفسه حرامه، تقدیم اون واجب. مثلا همین ترتبی که تو اصول و فقه هست، ببینید تو عربه حاشیه دارن، بعضا گفتن اشکال نداره، اشکال نداره، نه که کار حروم نکرده، غسلش باطل نیست، این غیر اینه که غسل با آب غصبی میکنه، اونو هیچ کی نگفته که جایزه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا ای بسرشک فاطمه شسته شده مزار تو
مهدی صاحب الزمان زائر بی قرار تو آقا ستم بدید روز و شب ز غیر آشنا حسن کریم آل فاطمه امام مجتبا حسن یک عمر پر از غم و غصه یک عمر مصائب گوناگون تا این دل پاره پاره در بر دیدم هر روز شهادت مکرر دیدم سوز جگرم ز پشت در شد آقا سوز جگرم ز پشت در شد آقا از روزی که کتک خوردن مادر هم ما بین در و دیوار رو دیده هم تنها شاهد همراه مادر تو کوچه ها من ز ثانی اشاره را دیدم ضربه های دوباره را دیدم مادرم رخ نشان نداد ولی قطعه گوشواره را عمری زخم زبان ها شنید بدگویی آن نسبت به امیر مؤمنان نسبت به بیبی عالم راوی میگه کنار بستر آقا بودم گفتم آقا بنی امیه رو به گردن ما سوار کردید فرمود چه کردم گفتم آقا همین امر صلح شما فرمود نداشتم یارو یاوری و الا شمشیر زمین نمی گذاشتم مگر اینکه خدا بین من و معاویه حکم کنه یه مرتبه دیدم آقان تشتی طلب کردن ساعتی از گلوی آقا خون میری آقا چرا معالجه نمی کنید فرمود به مادر و آل جلما امان از اون لحظه ای که سر مقدس روی دامن ابی عبدالله امام حسین شروع به گریه کرد قطرات اشک آقا سرازی فرمود حسینم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله مرا در وقت رفتن یار بسیار تو را یک زینب و آن هم گرفتار مرا آب روان از شیر باشد تو را آب از دم شمشیر من نمیدونم لحظه جان دادن امام حسن روی دامن امام حسین سخت در بود یا اون لحظه ای که بدن را آوردن تو قبرستان بقی ملاحظه کرد 70 چوبه تیر بر بدن امام حسن برادرم قارت زده به کسی نمیگن اموالشو برده باش قارت زده منم که برادری همچون تو رو زیر خاک ها پنهان میکنم اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله جمله ایم کنار بدن ابل فضل الابا دست ها به کمر گره الان این که سر زهریه ای وای الیوم نامت عیونن بقلم تنای و تزنگدت اخرى از زمن مغای تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین قد کشیده ی تو با پشت خمیده ی مرای اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها
والسر المستودع فيها. لاهب امام حسن مجتبی حسن اخلاق حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. حشر و نشر ما دنیا و آخرت با اهل بیت طاهرین قرار بده. مرقدان بزرگانمون قرار بده. فرج مولایمون امام زمان برسان مرا از اعوان و انصار و منتظران و پادر رکاب و مطیع امرش و المستشهدین بین یدهی قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم میرسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی صرفا جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی میباشد، لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمیشود.